دوستان عزیز فیسبوکی من ناناز پیرنیا هستم و برنامه زندگی بهتر رو نیم ساعت به خواسته رادیو شروع میکنیم که در مورد همه این نگرانی ها با هم صحبت کنیم. با من باشین، برنامه شروع میشه. شنوندگان عزیز برنامه زندگی بهتر، ناناز پیرنیا هستم و خوشحالم که بار دیگه برنامه ای از سری برنامه های زندگی بهتر رو در رابطه با مسائل روان درمانی، مغز درمانی، مشکلات خانواده، مشکلات کودکان، نوجوانان، بزرگسالان و همینطور در خدمت شما هستم امروز که در رابطه با این مسئله مهمی که همه ما رو در دنیا گریبان گیر کرده و این همه استرس و فشار و نگرانی به وجود اومده با شما صحبت کنم. و به خاطر اینی که ما در مرکز مایند تراپی سنتر تمام کارهایی که میشه برای برقرار کردن تعادل و توازن مغز و نداشتن استراب، نداشتن استرس، نداشتن افسردگی و خواب خوب، همه کارهایی که به عنوان فانکشنال مدیسن و آلترناتیو مدیسن زیر یک سقف آوردیم و نحوه مغز درمانی و دستگاه‌هایی که داریم، امروز آنچه که به شما کمک می‌کنه برای اینی که بتونین در یه همچین موقعیتی زندگی بهتر داشته باشین و به خودتون و خانواده بهتر برسین با شما صحبت میکنم. و دوستان فیسبوکی میتونن دستگاه ها رو از نزدیک ببینن. دوستان عزیز دیگه اگر که روی فیسبوک با من دوست بشین، این برنامه رو اون وقت میتونین نگاه بکنین. من از آیدین هجیر تشکر میکنم برای اینی که این بچه های اتاق فنی فداکاری میکنن، در رادیو هستن و خبرگزاری رو میکنن برای آنچه که داره اتفاق میفته و من از همه این بچه ها تشکر میکنم. امروز همونطور که میبینین من در دفتر خودم هستم، دوستان فیسبوکی من، و از دفتر خودم با تلفن با شما تماس رو برقرار کردیم. رادیو محبت کردن و از من خواهش کردن که نیم ساعت زودتر برنامه رو شروع بکنم و در مورد مسائلی به این مهمی هم به شما هشدار بدم و هم کمک بکنم. من امروز بیش از همیشه دوستان به من زنگ میزنن و دچار استراب و دچار ترس، بیخوابی، بدخوابی و پنیک تک و سایر مشکلاتی هستند که به خانواده استرس مربوط میشه و من کارم اینه که به شما یاد بدم که چطور در مقابل فشارها و مسائل دنیا به مغز خودتون بیشتر و بهتر برسین. به خاطر اینی که اگه سیستم ایمنی ما آزار ببینه، امکان مریض شدن ما بیشتر میشه و همینطور کمکی به خانواده و سایرین نخواهیم کرد. زندگی حل مشکله، مشکلات فر نیستن و این از اون اتفاقات غیر عادی و بی نهایت عجیبیه که همه افراد دنیا داریم در اون زندگی میکنیم. تلفن استودیو اگر که زنگ بزنین و دوست دارین صحبت بکنین، اگر کسی کرونا ویروس رو داره میخواد به ما اطلاع رسانی بکنه، درد دلی راجع به بچه ها و شرایط بچه ها داره، تلفن استودیو 323-512-7264 هست. تلفن مرکز ما 310-286-1480 هستش. قبل از اینکه راجع به کرونا ویروس و نحوهی که شما میتونین به خودتون و خانواده رستگی بکنین، فقط میخواستم یادآوری بکنم دوستان عزیزی که در امریکا زندگی میکنین،
این رایگیری سنسس 2020 یکی از بزرگترین کمک هایی که ما میتونیم به جامعه ایرانی خارج در امریکا انجام بدیم، به خاطر اینی که امریکا با توصیه‌ای که داره این هر 10 سالی این فرمو پر میکنن که بدونن چند نفر که اتنیسیتی خودشون رو دارن و از کجا آمدن در این مملکت هستن و بر اساس تعداد ما به ما گرانت میدن، به بچه ها پول قرض میدن برای کار، برای سرویس های اجتماعی، برای افرادی که سینیور سیتیزن هستن. هر چی که فکر بکنین به خاطر این تعداد تثبیت میشه. و متاسفانه 10 سال پیش که آمار رو گرفتن، ما ایرانی ها فکر کردیم که ما می نویسیم وایت یا امریکن و ما الان دیگه امریکایی هستیم و این درست نیستش. ازتون خواهش میکنم برین روی my my 2020census.gov، حتی اگه بزنین census.gov هم میاد، خیلی ساده در 2 دقیقه این جواب این سوالا رو میدین. منتها مطمئن باشین که در رابطه با اتنیسیتی جواب سوال پاسخ شماره 9 فقط می نویسین ایرانیان. حتی اگر که پرژن یا امریکن ایرانیان بنویسین، ما رو از اینی که بتونیم تعداد دقیق ایرانی ها رو در امریکا داشته باشیم خارج میکنه. همه بچه هاتون، نوه هاتون، خودتون، همه با هم. من وقتی که اینو پر کردم اسممو که نوشتم و اسم کسانی که توی خونمون بودن، چون الان بچه ها با من هستن، خودم تونستم برای همه جوابا رو بدم و بنویسم شماره 9 ایرانیان. به هر حال من ازتون خواهش میکنم که این کار رو انجام بدین و مطمئن باشین که به نفع گروه ایرانیه. امروز من در دفترم هستم و هنوز کلاینت ها رو میبینیم اگر که لازم باشه، منتها 1 نفر و به فاصله اگر لازم باشه، وگرنه دیگه من تماسم با تلفن از طریق فیس تایم یا واتساپ با همه دنیا سشن ها رو برقرار دارم. و در ضمن اگر که این چیزایی که من براتون توضیح میدم برای کنترل اعصابتون، استرستون، استراب و انگزایتی و خواب و آنچه که کمک میکنه به شما و خانواده که در مقابل این تراما و این ضربه ها اذیت نشین و بتونین زندگی رو بهتر حل و فصل کنین، اینا رو هم همه رو میتونیم برای شما بفرستیم و روی فیسبوک هم به دوستان دونه دونه نشون میدم. تلفن استودیو 323-512-7264 هست و تلفن مرکز ما 310-286-1480 هست. من به خاطر کار مغز درمانی و این حلقه گم شده یک کار روان درمانی، امروز بدون احتیاج و نیاز از دارو، الکل، مواد شیمیایی که ما رو بخوابونن یا ما رو بیهوش کنن، موقعیتی داریم که با داشتن توانایی اینی که نوتروسوتیکال لب به جای فارموسوتیکال لب به ما محتوای محصولاتی رو بده که بتونیم آرام باشیم، مودمون رو بالانس نگه داریم، خوابمون رو درست کنیم، استرسمون رو در یه همچین موقعیتی بگیریم داریم. من همیشه توی برنامه هام راجع به پریونتیتیو، علم پیشگیری و مغز درمانی رو برای پیشگیری از گرفتن مشکلات و حتی رسیدن به آلزایمر و پنیک اتک برای شما توضیح دادم. الان این کارهایی که ما انجام میدیم به کمک شما عزیزان میاد. اول از همه من واقعا با همه شما عزیزان در این ضربه روحی، مالی، احساسی و در این ترس و وحشتی که
از این ویروس کرونا همگیر شده، از این اخباری که دائم خبر مریضی شدید، از بین رفتن ایمن سیستم ایمنی افراد و خدای نکرده مرگشون رو مرتب میشنویم، دلنگران هستم و دچار استرس هستم. کمتر میترسم ولی بیشتر قصه دنیا رو دارم میخورم. ولی مسئله که اینجا وجود داره اینه که ما بعد از اینکه این ضربه رو به عنوان یک بیماری که یک ویروسی که اصلا نمیشناسیم و نمیدونیم چطور کنترلش کنیم و واکسنی نداره، مسلماً شرایط حادی رو برای ما به وجود میاره و این اخبار مغز رو صدمه میزنه. در واقع اوضاعی که ما الان داریم باهاش از کوچیک به بزرگ دست و پنجه نرم میکنیم به عنوان تروماتیک برین اینجوری و یک ضربه به سلول‌های مغز ما و اذیت کردن سیستم ایمنی و جسمی ما وجود داره. متاسفانه فقط یک چیز نیستش و جمع کثیری از مسائله که این رو به عنوان هم تراما و هم استرس و هم استراب و هم دیپریشن داره به خودش میاره. چون ما در کنار این که یک ویروسی رو نمیشناسیم که برای اولین بار در زندگی هممون میبینیم پخش میشه بدون اینی که ریسی و نژادی و دینی و رنگ پوستی رو ببینه، و شاید اینجاست که یک مقداری یک ایست کردیم هممون که ببینیم که زندگی چقدر به یک مو بنده و زندگی چقدر لحظه است. من همیشه با کلاینتام که صحبت میکردم و میکنم میگفتم که ما شاید 20% کنترل داریم روی اتفاقهایی که میفته و 80% اتفاقها بدون کنترل ما برای ما پیش میاد. از کسی که فلو میگیره مریض میشه فوت میکنه، تا کسی که یه راننده مست بهش میزنه، تا کسی که در بیلدینگ 9/11 بوده و و و و. ما یک واقعیتی که در زندگی داریم اینه که یک سلول هستیم در یونیورس، در دنیا، و این سلول بی نهایت ضعیفه در مقابل این یونیورس، در مقابل این دنیا. در نتیجه امروز هممون با هم هستیم و همه با هم یک ایست اقتصادی، مالی و کاری هم بهش اضافه شده. پس در نتیجه نه تنها ما از یک ویروس ناشناخته داریم میترسیم و چون هنوز واکسنی نداره دلنگرانیم، که باید هم باشیم برای اینکه اوضاع عادی نیست، ولی یک ایستی هم از لحاظ کار و زندگی، بچه ها مدرسه رفتن، ما به کارمون رسیدن و پول در آوردن و تمام اینا ضربه هایی که به نام تروماتیک برین اینجوری به وجود میاد. مشکل بعدی که وجود داره اینه که ما به غیر از اینه که برای خودمون نگرانیم، برای عزیزانمون و دنیا هم دلشوره داریم. در نتیجه یک دلشوره جمعیه که به خاطرش ما عکس العمل های جمعی داریم، هوردینگ میکنیم، میریم مغازه ها رو جمع میکنیم، میاریم تو خونمون، انقدر دستامون رو شستیم که این الکلش تمام این پوست رو خط انداخته، و انقدر که در کنار اینها روتینمون عوض شده، اینی که پاشیم بریم سر کار، سر زندگی، وقتی مغازه ها رو میبینیم بستن و افرادی که تنهان کسی رو ندارن خیلی هم بیشتر گرفتار این استراب و این استرس و این گاهی هم ناامیدی و افسردگی میشن. من امروز جلوی دوربین نشستم و جلوی در رادیو با شنوندگان عزیزم که بگم که ما چه کار میتونیم بکنیم که هم از لحاظ روانی
بهترین کنترل رو داشته باشیم و چه از نظر مغزی مواظب باشیم و به خودمون برسیم که با یک سیستم ایمنی بالا و با کنترل استراب و استرسمون جوری رفتار بکنیم که مشکل رو تا اونجایی که میتونیم حل کنیم و با حال بد خودمون به مشکلمون اضافه نکنیم. یادتونم باشه بچه ها خونن و بچه ها ما رو مدل قرار میدن، ببینن ما چجوری از پس یک موقعیت اضطراری برمیایم. و اگر که ما نتونیم این مدل قوی باشیم، بچه های ما از ما بیشتر میترسن، بچه های ما الان از ما بیشتر اطلاعات رو میبینن. من دیروز پسرم آمد به پلوی من و همطور که نشسته بود گفت مامان فکر میکنی که ما میمیریم یا نه؟ اینقدر که این اخبار به این بمباران رسیده بود و چند تا از دوستاش و چند نفری که در نیویورک میشناسیم کرونا ویروس گرفتن و خیلی یک باره این مسئله برای اردشیر پسر من نگرانی آورد. یکی از کارهایی که برای جمع و جور کردن خودمون انجام میدیم اینه که همیشه دانش و اطلاعات پاور و قدرت میاره. تا اونجایی که میدونیم در رابطه با اینکه با این ویروس چه کارهایی باید کرد، چه غذاهایی رو بخوریم، چه رفتاری رو انجام بدیم، چطور دستمون رو بشوریم، چطور از هم فاصله داشته باشیم، بیرون نریم. من ازتون خواهش میکنم به تمام این پیشنهادهایی که به گوشتون میرسه، منم در برنامه پیش گفتم، امروزم اگر خواستین دوباره تکرار میکنم، گوش بکنین. به خاطر اینی که ترس و نگرانی که ما از این اهمیت این موضوع داریم، من به قول امریکایی‌ها شوگر کوتش نمیتونم بکنم، هیچ نمیتونم ماسمالیش بکنم. ما یک واقعیت عجیب و غیرعادی رو داریم نگاه میکنیم، در داخلش هستیم، این در تاریخ ثبت میشه به عنوان یکی از عجیبترین وقایع قرن 21. ولی از انکار در بیایم، از دینایل در بیایم، مراحل ترس و دلهوره رو بشناسیم. ما موقعی که یک مسئله به صورت تراما وارد مغزمون میشه، متاسفانه از ترس و از نگرانی که پیش میاد به یک حالت سروایوال مود و به یک حالت فایت و فلایت میریم. یعنی مغز دیگه ترشحی در جلوی پیشانی که باعث میشه که من عاقلانه فکر کنم و رفتار کنم نداره و اون حالت ترس منو میبره که یا در برم یا قایم بشم یا فریز بشم و خلاصه تمام این هورمون های استرس رو در مغز که در امیگدالا بهش حمله میشه، تمام هورمون های بد استرسی رو ایجاد میکنه و تمام هورمون های خوب و لازم ما رو از نوروترانسمیتر های ما میگیره. در نتیجه من میدونم ترس داریم از اینکه نمیدونیم این ویروس رو باید چیکار کرد، از اوضاعی که میشنویم متاسفانه که سازمان های بهداشت، بیمارستان ها حتی دستکش و ماسک ندارن ما رو نگران میکنه. بچه هامون تو خونن، اون روتین نرمال از بین رفته و این پندمیک رو با بچه هامون در واقع استرس این به خاطر اینکه این روتین هم به کل به هم خورده در دنیا برای ما بیشتر میشه. ما موقعی که مغز رو نقشه برداری میکنیم میبینیم که استرس عامل اصلی 10 مسئله مهمیه که اصل دلیل مرگ در امریکاست. استرس باعث این میشه که سکته قلبی یا مغزی ایجاد بشه و همینطور در خیلی از سرطان ها و بیماری های ریوی و سیستم دفاعی ما رول مهمی رو بازی میکنه.
ما موقعی که تشریح کردن 200 تا مغز افراد مسنی که فوت شده بودند، متخصصین مشاهده کردند که هر فردی که در زندگی بیشتر استرس، ناراحتی، غصه و افسردگی داشته بیشتر صدمه خورده، از لحاظ اینکه سلول‌ها شرینک بکنه و متاسفانه دچار انواع مشکلات حافظه، دیمنشیا، آلزایمر و غیره بشه. این یک مسئله یه که به خاطر اینی که با سیستم ایمنی ما الان آقای شان رادم برای من زدن که این سیستم ایمنی ما هر چقدر که بالاتر باشه و هر چقدر ما یاد بگیریم براش چه کار بکنیم، که امروز من چند تا کاری که ما در مرکزمون حتما انجام میدیم و برای شما میتونیم بفرستیم. من چون تو استودیو نیستم الان، آیدین جان گفتن که بریم خبرها رو گوش کنیم، برگردیم، با ما باشیم. این صدای شماست. My name is Ben. I had an Uber accident. Sean, this is an Sean. داره میگه که this is an immune system issue. All those who have died regardless had predisposition, pre-existing and immune deficiencies of some sort. و دقیقا ما این کارو میخوایم انجام بدیم. آیدین با من جانم. با شما من دارم میرم. فرشاد اومد. فرشاد رو سلام میکنم و ممنونم آیدین، مواظب خودت باش. خیلی ممنون. شما هم بی سیف هم بی هلتی. قربانت برم. دوستان عزیز همه رفت هستن، سیمین بهادوری با ماست، بقیه دوستان رو میس کردم، فریده آذربرزین، جکلین لاریان، خونه سامنی، رکسانا ژیلا کشمیری، گیسو عزیز رستگار، مایکل آزار. خبر فوری در صورت نداشتن هیچ گونه بیمه سلامتی کاور کرده بود بیدیام مدیکر نجیبی اندیا ها آی هوب آل ایز ویل برای شما برای اخوان بیمه سلامتی کاور کالیفرنیا و گرفتن کمک هزینه دولتی بدون پرداخت کوپن برای کرونا ویروس تا پایان ماه اپریل می باشد. 818 دوستان عزیزم، ما این دستگاه‌هایی که می‌خوایم راجع بهش صحبت بکنیم رو چون دوستان نمی‌بینن در رادیو، کریس اسیستنت من با منه که به شما نشون بده، بعد من توی رادیو هم بیشتر توضیحشو میدم. ما دو تا دستگاه داریم که شما میتونین آسون تهیه بکنین، برای تمام افراد خانواده است و برای اینی که بدون نیاز به دارو و بدون نیاز به الکل، مواد مخدر، زیادی غذا خوردن، شکر، این استرس رو به یک نوع دیگه‌ای بتونین در مغز بالانس بکنین. یکی از کریس، کام هیر، کام اند سیت هیر گایز، دیس از کریس مای اسیستنت اند دیس از کالد برین تپینگ. So this is the BrainTap headset that we have in the office, and it pairs with your phone, smartphone, or tablet, and there's an app that will run the headset. So once you get the app, you can pair your headset with your device, and it just goes on. There's light that will come through the earphones, as well as through the glasses, and there's about 20 programs to start with, but you would use it for stress, for sleep, for focus, depending on. It usually runs about 20 or 30 minutes once a day. Thank you. Is it on? So they see the light? Uh-huh. Okay, Chris, let me explain in Farsi. دوستان عزیزم، این دستگاه برین تپ ما همه سیستم هیپنوتراپی
و موومنت و تپینگ و لایت و موزیک رو با هم در یک جا گذاشتیم که شما و همه خانواده با اپ‌های مختلف در رابطه با مسائل مختلف بالای 500 تا اپه که اون وقت شما میتونین انتخاب بکنین، ورزشی میشه و هیپنوتراپی میشه و تمام این لایت و این تپینگ و این ساجستشن ها و این آرامشی رو به مغز میده که در واقع استرس رو لیفت میکنه. من بقیهش رو توی رادیو میگم، فقط چون نمیبینن خواستم که شما رو بهتون نشون بدم. ببینین الان دیگه ما لازم نیستش که اگر که یک مشکلی احساس میکنیم داریم و علائمی داریم باهاش یا بسازیم یا به یک جوری بهش پاسخ بدیم. مثلا اگر که خیلی استرس داریم بریم هی غذا بخوریم، یا اینی که دوست فارماسیست من میگفتش که افراد دارن همینطور داروهای ضد اضطراب و افسردگی برمی‌دارن. ما لازم نداریم دیگه، مغز انسان نوروپلاستیسیتی داره و اینفورمیشن جدید اینفورمیشن قدیم رو می‌خوره. امروز ما می‌دونیم که تمام این حواس پنجگانه رو با این برین تپینگ می‌تونیم جبران بکنیم. همه تو خونه با هم که نشستین، هر کدومی رو با اپی که دوست دارین، اگه موزیکی، اگه ساجستشن برای استرس، اگه برای خواب، اگه برای تمرکز استفاده میکنین که مغز برعکس استرس هورمون های هپی رو بریزه اون تو و بتونین توازن داشته باشین که بتونیم از مشکلمون رسیدگی بکنیم، در واقع به مشکلمون. کریس، can you also explain the alpha and show it and then I will explain it in Farsi. So this is the second instrument. Chris, how much is the brain tap? The headset runs for $500, but we might be able to give a discount. How much is the discount? We'll have to figure out probably... Like $480, something like that? Yeah, $475. $475. دوستان عزیزم، اگر که دوست دارین اینو ما بلافاصله برای شما میفرستیم، بازم توضیح میدم تو برنامه، ولی یادتون باشه که ما احتیاج داریم که توازن سلولای مغز رو و مقابله با استرس بکنیم. در نتیجه همینطوری خودش اتفاق نمیفته، چون این تروماتیک برین اینجریه. و اینم دستگاه دومیه که من به شما سوجست میکنم، الفا، دستگاه الفا. This is our other device called the Alpha Stem, and it uses a micro electric current. You just will put the clips onto your earlobes. And a very mild electric current will be coming through your earlobes, going straight to the brain to create more alpha brain activity. It's usually used for about 20 or 30 minutes again every day, usually in the evening. But as you're using it, it'll be helping with everything from sleep to memory to stress, anxiety, focus. So as you're using it, it's helping with pretty much all of those. Thank you. So the alpha is about 750, right? The discount. این دستگاه الفا $750 برای از بچه 2 ساله به بالاست و این در واقع اینقدر کارهای جالب انجام میده که شما دیگه به اصطلاح به دارو، به الکل، به مواد مخدر بچه ها که امروز دراگ میکشن دیگه احتیاج نداریم. و من وقتی که برنامه شروع بشه اینو توضیح میدم بهتون که چیکار میکنیم. بعدم اگر میخواین تماشا کنین این ترانکونو
ضد استراب طبیعی به جای زنکس ما بالاترین موفقیتی که داریم اینه که میفهمیم نوروترانسمیترا چه چیزایی کم دارن که استراب ایجاد میشه. در نتیجه این ضد استراب طبیعیه. من خودم شبی دو تاشو برمیدارم و اگر لازمه ملاتونین قطره خوابم میذارم زیر زبونم برای اینکه برین رو دوباره سازی میکنه، استرس رو میگیره. شما هر چی که خواستین این ضد استراب رو ما میتونیم بلافاصله براتون بفرستیم یا پیکاپ کنیم که $30 و این ملاتونین هم برای خوابه که باز توضیح خواهم داد بیشتر و این هم $30. اینا قیمت زیادی نداره. برای بالا بردن ایمیون سیستم هم ما یک نوکلیو ایمیون داریم که این بزرگترین نحوه مبارزه با مشکلات ایمیون. سلام عرض میکنم فرشاد عزیز، ممنونم که میای و برنامه ها رو دنبال میکنیم. خواهش میکنم، مرسی از شما، سالونتون هم مبارک باشه. برای شما هم همینطور فرشاد جان. پس الان میریم روی خط ها؟ بله الان میریم تا 2:23. تا 2:23. اوکی عزیزم، 2:23 میریم. آگهیه، مرسی عزیزم. آماده؟ خواهش میکنم. آماده. دوستان عزیز برمیگردیم روی خط، بیشتر توضیح بفرمایید. مرسی. شنوندگان عزیز برنامه زندگی بهتر، دکتر ناناز پیرنیا هستم. قسمت اصلی و واقعی برنامه زندگی بهتر رو الان شروع می‌کنیم. خوشبختانه رادیو به قدری دلنگران مسائلیه که الان به وجود میاد که به من وقت اضافه داده بودن که از ساعت 1:30 برنامه رو آغاز کردم و در قسمت اول اگر الان به ما میپیوندین من یه مقداری راجع به این بلبشو اوضاع دنیا و تراما و تراژدی که ما همه با وحشت و نگرانی داریم بهش نگاه میکنیم و باعث ایجاد استرس، فشار، استراب و تروماتیک برین اینجوری بهش میگیم میشه رو داشتم یه مقداری مرور میکردم و بعد به اینجا رسیدیم که من خواستم راجع به استرس و کاری که روی مغز انجام میده، چون امروز من به عنوان یک مغز درمانگر و نیوروساینتیست نقشه برداری از مغز که میکنم میبینم که استرس چه کاری توی نقاط مختلف مغز انجام میده و ما این نگرانی و وحشت زیادی که این ویروس ایجاد کرده به اضافه این که روتین ما به هم خورده، به اضافه این که از کار و زندگی هم افتادیم، تشویش، نگرانی و استرس میتونم بگم که به بی نهایته، به خصوص این که ما با ویروسی گریبانگیر ما هستش که زیاد ازش اطلاعی نداریم و از آنچه که نمیدونیم نهایتاً بیشتر میترسیم. متاسفانه این استرس زیاد چون به مغز که وارد میشه در محلی به نام امیگدالا، تمام این سیستم بالانس بین ریختن و ترشح هورمون‌های ناراحتی استرسفول و برعکسش پادزهرش داشتن هورمون‌های خوب و سلامتی مثل سروتونین، اکسیتوسین، گابا، تمام این بالانس رو در مغز به هم میزنه و باعث میشه که سلول‌های مغز به سروایوال مود برن و با یک عکس العمل ترس شدیدی این سلول‌ها هی صدمه می‌خورن، پیر میشن و خیلی پیری زودرس میارن و اطلاعات بین اینا استاپ میشه.
یکی از کارهای دیگه‌ای که استرس میکنه، میدونیم که وقت به بدن ما صدمه میزنه و اولین کاری که میکنه سیستم ایمنی ما رو به خطر میندازه و باعث میشه که بیمار بشیم، باعث میشه که آسم بگیریم، آرتروز بگیریم، درد داشته باشیم، گرفتاری‌های دیگه، فشار دل، درد روده، معده. خلاصه اولین و شروع همه مشکلات ما استرس و فشاریه که از حواس پنجگانه وارد مغز میشه و امروزم با این اوضای غیرعادی 100% داره وارد میشه. بنابراین ببینیم که ما در مرکز مایند تراپی سنتر چه کار میکنیم که این سنترال نروس سیستم ما، این نورون‌های مغز ما، ارتباط متعادل و بالانس خودشونو داشته باشن که ما بتونیم مشکل خودمون رو حل کنیم. ما یا سرافراز و با قدرت مشکل حل میکنیم یا به خاطر مشکل و ترسمون از پا در میایم و من پیشنهاد میکنم که خودتون و بچه ها اینو به همون یاد بدیم، به خودمون، که خودمون رو جمع و جور کنیم و منم تمام کارهایی که سلول ها رو ثابت نگه داره و تعادلش رو نگه داره دارم براتون میگم که در نتیجه با یک تعادل هورمونی، نوروترانسمیترها و الکتریکی مغز جلوی این تنشن و این مشکلات بدنی و مغزی خودمون رو بگیریم و به جای اینی که با مغز احساساتی و جانوری و اول خودمون، اون رپتایل برین، بخوایم فریز بشیم یا فایت کنیم یا ناراحت بشیم، با عقلانه با جلوی پیشانی استراکچر بذاریم، فکر کنیم، تصمیم بگیریم، یاد بگیریم، نگاه بکنیم و با توازن زندگی بکنیم. آپشنایی که من برای بالانس کردن این استرس به شما امروز پیشنهاد میکنم چندین نوعه. اول از همه این که شایدم توی این ایمیلا و توی آنلاین دیدین، اولین چیز نفس کشیدن ماست. یعنی به همین سادگی که اگه الان شما همین الان که دارین گوش میکنین چشمتون رو ببندین و یک تنفس عمیق 3 دقیقه اجازه بدین نفس بکشین و این نفس و این تنفس و این بریدینگ از عمق بیاد. هنگامی که شما این کار رو انجام میدین، وقتی ما نقشه برداری از مغز میکنیم، جلوی پیشانی پر از اکسیژن میشه و سلولهای جلوی پیشانی CEO و فرمانده کل قوا هن. سلولهای جلوی پیشانی هن که به ما کمک میکنن که بدون این که استرس ما رو از پا در بیاره، بدون این که افسردگی و اضطراب داشتیم، مسئله‌مون رو ببینیم و حل کنیم و ما چاره‌ای به جز این نداریم. من راستشو بخواین دیگه الان اصلا نمیترسم، فقط قوی شدم که ادوکیت کنم خودم و اخبار رو به اندازه ببینم و بعد آنچه که از دستم برمیاد برای خودم و دیگران انجام بدم و هدف همینه که ما در هر لحظه ای از زندگی، و میدونین که زندگی فقط حل مشکله، این سلول هالو پر از اکسیژن نگه داریم. کار دیگه‌ای که شما انجام میدین یه سری ساپلیمنته که من میتونم بلافاصله براتون بفرستم و میدونین که من فقط چند تا ساپلیمنتی که برای مغز و ضد استرس و اضطراب و افسردگی دارم. یادتون باشه تمام دوستانی که داروخانه دارن امروز به من میگن که افراد همینطور دارن قرصهای داروهای ضد افسردگی و اضطراب رو سفارش میدن و من بهتون هشدار میدم که شما نمیخواین در مقابل استرس داروی شیمیایی به مغز وارد بکنین، برای اینکه به سلولها دونه دونه صدمه میزنه. بگذاریم از اینکه اعتیاد میاره و این مواد شیمیایی از داروهایی مثل مواد مخدر استفاده شده، در لابراتوار ساخته شده. در کنار این داروهای شیمیایی ما
داروهای غیر شیمیایی از نوتروسوتیکال لب داریم که همیشه باهاتون صحبت کردم که اپیجنتیک و اینکه ما چه چیزایی لازم داریم برای پادزهر استرس رو ما از طریق یک تست ادرار و سلایوا بزاق دهان میتونیم معمولا بگیریم. ولی ما چند تا اوور دی کانتر پروداکت داریم که یکیش به نام ترانکوناله که این ترانکونال در واقع ضد استراب طبیعیه و با امینو اسید و پروتئین و تیونین درست شده بدون اینکه هیچ ماده شیمیایی داشته باشه. دقیقاً اون سری نوروترانسمیترایی که و اون سری امینو اسیدی که در داخل نوروترانسمیترا کم میشه به خاطر استرس و استراب رو تامین میکنه. این فقط $30 و شما به جای زنکس و به جای داروهای شیمیایی این فرصت رو بدین که اول ضد استراب طبیعی رو برداریم. و اگر کسی احساس میکنه پنیک اتک داره یا اینی که خیلی استرابش بالاست، اینو میتونه هم روز بخوره و هم شب. من فقط شب برمیدارم برای اینی که پادزهر در واقع اون استرس هورمونا رو به من میرسونه و کمک میکنه که من بالانس بشم. در کنار اون، دوستانی که خواب خوب ندارن، ما نوتریشنی به نام ملاتونین که همه شنیدین، منتها خوبی این لب، این پریمیر لب اینه که این لیکویده و هیچ نوع ادیتیو یا مواد اضافی توش نیست، چون خیلی ها به ملاتونینایی که مثل قرصه حساسیت دارن. اینم هستش، $30 هم هست و برای اینه که شب چند قطره که میریزین خواب خوب رو میده و کارهای دیگه هم میکنه که من براتون توضیح میدم. بنابراین شما ورزش، یوگا، غذای خوب، دعا، مناجات، نفس کشیدن درست، داشتن تامین کردن ساپلیمنت‌های لازم نوروترانسمیترا بدون مواد شیمیایی، تمام اینا کمک میکنه که اون فایت اند فلایت از مغز ما استفاده نبره و اون تشنج و اون گرفتاری که بین نوروترانسمیترهای بد و خوب ایجاد میشه بالانس بشه. خیلی هم جالبه بهتون بگم که استرس و فشاری که الان و ترسی که ما همه داریم، این هورمون های من بهش میگم زهرماری رو در مغز ایجاد میکنه که در نیمکره چپ قرار داره. ولی جالبه که نیمکره راست ما که قسمت اموشنه، در ضمن حال مسئول ریلیس کردن ما بهش میگیم سیمپاتیتیک و نیوروسیمپاتیتیک، حالا دیگه خیلی سختش نمی کنم براتون، ولی ما در این که هورمون های استرابی می ریزه، با کاری که انجام می دیم برعکسش رو برای مغز ایجاد می کنیم و اون هم ساپلیمنت هایی که بهتون میگم و هم دو دستگاهی که ما اینجا داریم که دوستانی که رو فیسبوک دارن میبینن، شما چون نمیبینید من براتون توضیح میدم. و فرشاد عزیز، سوزی خاتمی نوشته که Please turn the volume down on the radio. نمیدونم این والیوم رو من از اینجا باید کم کنم یا شما باید. صدا درسته سوزی جان، اینجا واسه من درسته، شما فکرم اوکی باشه. اوکی عزیزانم، امروز یادم رفت به شمایی که تازه پیوستین بگم که فرشاد و آیدین از خودگذشتگی کردن و در استودیو هستن و من امروز از دفتر خودم، مرکز مایند تراپی سنتر، با شما آنلاین هستم. اگر که دوست دارین تلفن بزنین، مسئله یو شیر کنین، 323-512-7264 هست و تلفن مرکز ما 310-286-1480 هست. داریم راجع به ضد استراب و کارهایی که میتونیم انجام بدیم برای اینکه با این تراژدی سر و کار نداشته باشیم، از لحاظ اقلن از لحاظ فشارهای عصبی و روحی و استرس، با شما دارم صحبت میکنم.
من یکی از دستگاه‌هایی که داریم که با شما قبلا هم راجع به صحبت کردم امروز برای هر خونه شما لازمه. این دستگاه الفا استیم هستش که در این دورانی که پر از فشار و گرفتاری و خستگی هستیم، امروز میدونیم که ما به جای این که الکل برداریم، مواد مخدر برداریم، داروهای شیمیایی برداریم یا خودمون رو به یه نوعی بیهوش و بیحس بکنیم، دستگاه الفا رو درست کردیم که خودش تمام این هورمون‌های خوب اعتیادی و بازگشت اکسیتوسین، دوپامین و سروتونین رو به سیستم ما نگه داره. یعنی ببینین چقدر جالبه. و اگرم آنلاین برین این دستگاه الفا رو، امروز هم UCLA و هم MD اندرسون به عنوان اولین دستگاه برای پیشگیری از استراب، افسردگی، برای ایجاد خواب خوب و بالا بردن تمرکز و حافظه 30% پیشنهاد میکنن. در نتیجه من دارم به شما دستگاه الفا رو به عنوان ریپلیسمنتی برای غذا خوردن زیاد، برای الکل، برای مواد مخدر و غیره که شما رو آرام بکنه معرفی میکنم. و فقط دو تا کلیپ هستش که روی گوش میذارین و وقتی که این کلیپ ها روی گوش میره، کاری که میکنه ماساژ، گرما ایجاد میکنه و این گرما سلول های مغز رو تحریک میکنه، قسمت الکتریکیشو، و بعد نوروترانسمیتر ها رو باعث میکنه که در قسمت چپ نیمکره مغز ما هورمون های خوشحالی مثل دوپامین، سروتونین و اکسیتوسین رو ریلیس بکنن. یعنی ضد افسردگی، ضد استرس و ضد استراب رو برای مغز ما میریزه. در نتیجه باعث میشه که گردش خون، گردش اکسیژن بیشتر بشه، ایمیون سیستم بالا بره و توازنی بین نیمکره چپ و راست به وجود بیاد. جالبم اینه که این دستگاه ریپلیسمنتیه برای اینکه ما هر نوع دارویی رو لازم داشته باشیم آرام بخش، و در این حال از بچه 2 ساله به بالا قرار اینو استفاده بکنه. و در این حال هم خیلی جالبه که اگر کسی انگزایتی اتک داره، بلا فاصله که این دستگاه رو بذاره، با این آرامشی که این ماساژ و گرما و این الکترومگنتیک به وجود میاره، شخص هیچ وقت دچار هیجان استرابی و پانیک اتک نمیشه دیگه. و خیلی هم خوبه به خاطر اینی که 20 دقیقه استفاده از اون برای همه افراد خانواده باعث میشه که جلوی ریدییشنی که وجود داره دور و ور ما رو بگیره. ببینین من دارم با شما از علمی صحبت میکنم که فقط به خاطر تکنولوژی بالا تونستن یک همچین دستگاهی رو ساینتیست ها دیولوپ بکنن. در نتیجه ازش استفاده بکنین برای اینکه این اوضاعی که ما توش هستیم اگر بخواد کنترل نشه روی سلولای مغز، اثر میذاره روی ما. و من از لحاظ عزیزانی که از من خواسته بودن یه مقداری هم هشدارهایی رو میخوام بدم و بعد راجع به یک دستگاه دیگه به نام برین تپینگ هم با شما صحبت بکنم. ما واقعیت امری که تا به حال برای پیشگیری از این ویروس یاد گرفتیم اینه که اولا کوچیک و بزرگ نداره و من خودم تعداد زیادی از بچه ها، تینیجر ها و جوون ها رو میشناسم که این ویروس رو گرفتن. این ویروس برخلاف آنچه که الان ما رو داره خیلی میترسونه و چون خیلی واگیر داره،
امکان مرگ برای کسانیه که آردی سیستم ایمنی پایین دارن و مشکلات تنفسی دارن، یا اینی که سلولهای مغز و سلولهای بدن به یک نوعی مریضی داره، دیابت‌های شدید دارن. و به هر حال به نظر میاد که هر چقدر که ما سیستم ایمنیمون رو بالا ببریم، دفاع بهتری میتونه بکنه. ما یکی از نوتریشنایی که این نوروساینس برای ما درست کرده به نام ایمیون نوتریشن هستش، به عنوان نوکلیو ایمیون ما استفاده میکنیم. این در واقع بزرگترین پروداکتیه که فقط و فقط سیستم ایمنی رو بالا میبره. و یک دی هم حتما باید بردارین، ویتامین دی به صورت لیکوید، که این دی باز کمک میکنه به ساختمانسازی سیستم دفاعی بدن ما. کسایی که بچه هامون، جوونامون، بزرگامون اگر ویپ، مریوانا و هیچ نوع دراگی مصرف میکنین که کلپس ریه رو باعث بشه یا خطر داشته باشه، شما الان ات ریسک میتونین قرار بگیرین. داروهای شیمیایی که من به شما یک رازی هم بگم، توی مرکز ما اغلب فارمسیستا مشتری ما هستن، خودشون زهرشون میره از داروهایی که میفروشن و افراد میخرن و بعد ما این نوتریشنای آلترنتیو رو تهیه میکنن. یکی از رئیسای اصلی سیدر ساینای که نورولوژیسته، خودش پلوی منه، همه خانوادش پلوی ما هن، نقشه برداری مغز میکنه، نورو فیدبک میکنه، نوتریشنا رو برمیداره، اوردر میده برای اینکه بقیه فامیلاش در یه مملکت دیگه هن. ولی به کلاینت ها زیاد گفته نمیشه. من به شما بگم که ما دیگه به دارویی که ما رو بیهوش کنه، بیهس کنه، هر چیزی که مغز رو، سلولاش رو آلتر کنه و عوض کنه، تراماتیکه و ضربه میزنه به سلولای ما. امروز ما دیگه میتونیم خواب خوب، کنترل استرس، کنترل استراب، کنترل افسردگی و پیشگیری و برطرف کردنش رو انجام بدیم. من بر میریم آگهی ها رو گوش میکنیم، بر میگردیم در قسمت پایانی یه سری کارهای جالب دیگه ای رو برای شما پیشنهاد دارم که خودمون و بچه هامون سیف باشیم. با ما باشین. جزیده خونساری عزیزم، کازنای عزیزم، سوزی خاتمی، جوزف اسرائیل، ترانه نوربخش، کیس، همه اینجا هستن. Everyone is here. اکنون تکنولوژی جدیدی که جایگزین طبیعی لایف و ساکشن است به کمک شما آمده. خانم دکتر جانم، ما 2:33 برمیگردیم به شما. 2:33 یعنی 7 دقیقه دیگه. 7 دقیقه دیگه بعد از لوگوی خودتون همه چی که رفت از 2:33 خواهد شد. یک دنیا ممنون. من با دوستان فیسبوک، دوستان عزیزم، اگر که دوستان فیسبوکی ما یه بریک داریم الان. اینو یواشش کردم یه ذره. خب اون وقت بعد میخواستم راجع به علائم استراب و افسردگی با شما صحبت کنم که مواظب باشین ببینین بچه ها یه موقع گرفتار نباشن. اول از همه کریستیس مانیز تولات. اوکی. دوستان عزیزم، اثرات استرس سه قسمت میشه، یکی روی بدن ما، یکی روی مغز ما و افکار ما، و یکی روی رفتار ما، اکشن ما اثر میذاره. و راجب این حواستون جمع باشه برای خودتون و بچه ها علائمشو من چند تاشو نوشتم به شما بگم.
اگر استرس بخواد اثر بذاره روی مشکلات فکری و افکار ما، اضطراب، کلافگی، نگرانی، ترس، افسردگی، غمگینی، خشم، احساس عدم اطمینان، عدم تمرکز حواس، عدم توانایی انجام کار و مشکل حافظه و فراموشی رو ایجاد میکنیم. ببینین این هورمون استرس چقدر میتونه صدمه بزنه. از لحاظ بدنی به خصوص بچه ها و جوان ها ممکنه خیلی کامپلین کنن، سرم درد میکنه، دلم درد میکنه، و بعد هم خب رفته رفته وقتی که بهش نرسین ضربان قلب عوض میشه، مشکل سیستم ایمنی که بهتون گفتم، ناراحتی معده و روده، مشکلات خواب و درد در ناحیه سینه و پشت درد و سردرد رو ممکنه ببینین افراد دارن. رفتارمونم پرخوری یا کمخوری که الان راجبش حرف میزنم، خشم و عصبانیت، مشکل استفاده از مواد مخدر و الکل پیش میاد، دوری از آدما و اجتماعی بودن، گریه زیاد و مشکل در روابط خانوادگی. یه ذره در رابطه با این استراب، یه چیزی که ما امروز در مغز شناسی میدونیم اینه که وقتی که مغز رو نقشه برداری میکنیم، شروع تمام مشکلات بشری اتفاقاتیه که از طریق حواس پنجگانه در مغز ما ثبت میشه. و امروز این حواس پنجگانه ما داره اتفاقات، حوادث و مشکلات زیادی رو داخل مغز ما میکنه. در نتیجه من فقط هدفم امروز اینه که با کارهایی که بلد هستیم، رابطه الکتریکی و رابطه نوتریشنی و هورمونی مغز رو بالانس نگه داریم برای خودمون و بچه هامون، که این دوران شدید رو با هم بهتر حل کنیم. من وقتی که برگردیم روی خط، مسائل دیگه‌ای که دلم میخواد دوستانم بشنون دنبال میکنم، ولی برای این که یکی از عزیزان از من خواسته بود من در یک برنامه با خانم دکتر افرا خزایی فارمسیست یه سری هشدار دادیم، اینا رو نوشتم که با شما در میون بگذارم. چیزایی که 100% میدونیم از لحاظ تغذیه مهمه اینه که شما ارگانیک وجتبل و فروتس و مصرفش رو یکم بالا ببرین، چون سیستم ایمنی رو حفاظت میکنه و بالا میبره، و اون ویتامین نوکلیو ایمیون و دی، ویتامین دی و یه مقداری ویتامین سی 100% و پروبیوتیکس رو حتما استفاده میکنیم. بعد دوستان جینجر، لیمو، گارلیک، سیر، یک کمی نمک و یک کمی تومریک و سینمن باعث میشه که آب گرم و عسل و به طور کلی سوپ گرم، نوشیدنی گرم، حرارت داغ. من اوکالیپتوس رو گذاشتم روی استوف، روی آونمون، و مرتب این بخورش رو ما داریم تنفس میکنیم. قرقره آب گرم و نمک. این ویروس از همونطور که شنیدین از گرما بدش میاد. در نتیجه امروز میدونم همه اماکن ورزشی رو تعطیل کردن، ولی اگه سونا دارین، اگه استیم روم هست، و اگر میتونین این بخار رو، و بعدم ما که ما ایرونی ها مرتب چای و قهوه و آب گرم میخوریم، کمک میکنه. هر چقدر که مصرف الکل، شکر، غذاهای پروسس شده مثل کالباس و سوسیس
و ریفایند اویل و غذاهایی که MSG داره کمتر استفاده بکنین، سلامت سیستم خودتون رو بیشتر میکنین. و خیلی جالبه که این نوشابه های داغ و سوپ گرم و خوردنی های داغ باعث میشه که این ویروس یک کمی نوترالایز بشه و این لیپید داخلش زودتر ابزورب بشه و از بین بره. بعدم که میدونیم که یک فاصله اتفاقا با سوزی خاتمی صحبت میکردیم، من نمیدونم مردم چرا اینقدر به هم نزدیک توی بیچ، تو خیابونا، تو ماشینا هنوز میبینیمشون. مواظب باشین این فاصله 6 فیتی رو حتما رعایت بکنین. و بعدم ما لایسول و مواد تمیزی داریم برای اینکه تمام این سرفسا، آهن، میزامون، تلفنمون رو با الکل تمام مدت دستمون رو میشوریم و کمک میکنیم برای اینکه این ویروس از این مسائل، از این داغی و از این تمیزی متنفره و میتونه از بین بره و واقعا میتونه سرنوشت ساز باشه برای خودمون و عزیزانمون. ماسک، من با دکترای زیادی صحبت کردم، ماسک گذاشتن 100%، اگر که من کریر باشم جلوی اون رو میگیره، و اگر کسی مریض باشه، ما چون نمیدونیم کریر هستیم و نیستیم، میتونه کمک بکنه به اینی که این ویروس پخش نشه. در نتیجه مواظب این داستان باشید. دوستانی هم که میتونن کمک خیریه بکنن، عده زیادی ماسک خریدن به تعداد زیاد و قایم کردن. اگر میتونین ماسک پیدا بکنین، ما با دکتر ناناز پیرنیا بگین و به بیمارستان ها دونیت کنین. آمادم فرشاد جان و مواظب خودت باش. تشکر، شما هم همینطور. مرسی. آماده تا یه چند ثانیه دیگه میایم با شما. خیلی دوستان عزیزم، امیدوارم که خسته نشدین، با ما باشین. چند تا خبر بومه مدارم براتون. Well, fat freezing is called the newer red light. In 20 minutes, believe it or not, just 20 minutes, you will lose inches with no side effects, no pain, no medication, and absolutely no risk. Take control of your life and feel good about yourself with the newer red light. Fit into those clothes that have become too tight and just feel better with the newer red light. Look great for the holidays with a special offer by calling Dr. Nanaz Pernia's office on 310-286-1480. That's 310-286-1480. Or go to www.nazpernia.com. شنوندگان عزیز زندگی بهتر، دکتر ناناز پیرنیا هستم. ولی رفتاری، روانی، ترسی که از اینه که روتینمون رو از دست دادیم، کار، زندگی، یک کلاپس اقتصادی کامل، یعنی من هر جور ترامایی که به عنوان تروماتیک برین اینجوری میشناسم امروز برامون پیش آمده. ولی ما انسان‌ها هممون داریم یک چیز مشترک رو در تاریخ واقعا مزه مزه و تجربه می‌کنیم. ما خیلی قوی تر از این هستیم و ما یک روح و یک سپیریت بزرگی داریم که در مقابل مشکلات به جای اینکه بشکنیم، تا آنجایی که از دستمون بر بیاد مشکلمون رو حل می‌کنیم با قدرت، با سرافرازی. و شاید هم چیزی که از این داستان به وجود اومده یک گلوبال یونیتیه. هممون با هم، فرق نمی‌کنه چه رنگی، چه دینی، چه مذهبی، از کدوم مملکتیم، در یک یونیتی شدید سپیریچوال و انسانی با هم قدم برمی‌داریم.
باید مواظب هم باشیم و ازتون خواهش میکنم که همه این پیشنهادایی رو که برای دست شستن، برای اینکه از هم جدا باشیم، برای اینکه پا نشیم بریم دم دریا، برای اینکه پا نشیم بریم هتل ها گردش، آنچه که گفتن واقعا مهم هستش. منم چند تا تحقیق علمی شده در رابطه با این و کارایی که گفتن میخوام براتون تون تون انجام بدم. یکی از کلاینت های من نوشته روی فیسبوک که فکر میکنم روانشناسان در این اوضاع از همه بیشتر مشغول کار خواهند بود، چون ما هممون در خونه هامون داریم مریض روانی میشیم، ترس و فوبیا از جرم و تمیزی پیدا کردیم، وسواس گرفتیم، پارانوید شدیم، بعدن باید برای لاغری پلوی شما بیایم و بعدم برای ترک اعتیاد از داروهای استراب باید پلوی شما بیایم. این مثال خوبیه برای اوضاعی که اگر استرس رو باهاش مقابله نکنیم و هم از لحاظ اینتلکت مغزی با مغز جلوی پیشانی، مغز سوم انسانی خودمون به جای مغز حیوانی که هممون داریم، مغز اول حیوانی که فقط به سروایوول مود میره، میتونیم این مسئله رو هم با هم جلو ببریم و مواظب همدیگه باشیم. این ایژوکیشنی که خودتون رو میکنین و این کارهایی که من به شما گفتم، دستگاه الفا و این برین تپین که هنوز راجبش به شما نگفتم، ورق برنده ماست. ما دوستان فیسبوک میتونن ببینن دستگاه دیگه یو داریم به نام برین تپینگ، قیمتش هم کریس ایتس 475 رایت الان 475 دلار، دیگه تکس و شیپینگ و اینام نمیگیریم. این برین تپینگ شامل یک در واقع دو تا گوشیه که روی گوش قرار میگیره و یک نورم روی چشم میاد، برای از بچه 2 ساله تا فرد 130 ساله. و بعد ما هیپنوتراپی رو ادغام کردیم باهاش و یک اپه که رو فونتون میذارین، در واقع نور درمانی، موزیک درمانی، هیپنوتراپی و تپینگ و موشن رو همه رو در این دستگاه ادغام کردیم. از این دستگاه هایی که امروز برای جبران این مسئله استرس و این اتفاقی که روی مغز خواه ناخواه میذاره استفاده بکنین، به من میتونین زنگ بزنین، من براتون توضیح میدم یا براتون میفرستیم یا از مرکز ما پیکاپ میکنین. 310-286-1480. دو سه تا مطلب رو میخوام براتون بگم. یکی راجع به این دست شستنه. من امروز به شما قول میدم که تنها چیزی که این ویروس رو و این لیپید مایکروبایبی که توی این ویروس به وجود داره دیزالو میکنه، از طریق دستمون با صابون هستش و الکل در واقع این پوست رو خیلی خشک میکنه و این مواد سانیتایزری که دارین استفاده میکنین، ولی این لیپید مایکروبایومو از بین نمیبره به اون صورت. اگر صابون دم دست نبود که البته این سانیتایزرها و الکل بسیار عالیه، ولی من به شما پیشنهاد میکنم که با آب و صابون دستتون رو درست بشورین، همین 20 ثانیه‌ای که میگن تولد مبارک رو بخونین یه دور و دست رو بشورین. و یادتون باشه اگرم الکلی رو استفاده میکنین، زیر 60 تا 95 درصد اتانول اگه داشته باشه خیلی به درد کار ما نمیخوره. اینو از لحاظ این میگم که مواظب باشین. کارهای دیگه‌ای که من برای شما پیشنهاد میکنم اینه که الان که بچه ها در منزل هستن، جووناتون رو شما به جای اینی که یا صحبت نکنین ازش یا به یه نوعی مکالمه رو ختم بکنین، این احساس ها رو بهتر ولیدیت بکنین. هر کسی که میترسه، من براش شنونده خوبیم
و بهش میگم حق داری و این شنونده خوب بودن از احساسات بچه ها و حتی بزرگترها تحمل ما رو بیشتر میکنه و به صورت یک استفراغ روانی کمک میکنه که ما استرس رو به یک نوعی از طریق این کلمات از خودمون خارج کنیم و بعدم که انشاءالله با کارهایی که من به شما گفتم منیجش بکنیم. اخبار رو از بچه ها قایم نمی کنیم، ولی باید دیگه یک جوری مواظب باشیم که بالانسی بین شنیدن اخبار، دیدن تلویزیون و کارهای دیگه باشه. من و بچه هام در منزل، من اینو به عنوان یک وکیشن دارم حساب می کنم و به یک نوعی چون زندگی رو لحظه‌ای حساب می کنم و نمی دونم یک ثانیه بعد چه خواهد شد، جشن گرفتیم با هم. کارهایی که من به شما پیشنهاد می کنم اینه که اول از همه غذای خوب، شکر کم، نمک کمتر، غذاهای پروسس شده کمتر و سبزی و وجتبل ها رو بالا ببرین. خواب کافی، و اگر نمیخوابین دستگاه الفا هستش که خواب کافی رو میده، ملاتونین قطره یک خواب کافی میده. ورزش، من و دخترم روی تلویزیونمون میریم روی اپی که برای ورکاوت پرژن ورکاوت رو گرفتیم، خیلی جالب بود، انواع برنامه زومبا و غیره و با هم ورزش میکنیم و سعی میکنیم چند دقیقه بخندیم که اطلاعات جدید اطلاعات قدیم رو یکمی بگیره. از انواع بورد گیم ها استفاده بکنین، بازی های مختلف، ورق بازی، بازی هایی که روی آنلاین هست. به جوانترها و بچه ها پول بدین که بزرگترها رو بهشون یاد بدن که چطور از کامپیوتر، از گیم ها، ویدیو گیم ها استفاده بکنن. شروع بکنین هابی های جدید داشته باشین. دختر من شروع کرده رولاین عربی یاد بگیره، اسپانیشش هم درجه یک بیشتر بهتر بکنه. من شروع کردم کتاب بنویسم. ما روی چت روم ها عزیزانمون رو میتونیم ببینیم. یک سایت هست به نام زوم که ما خانوادگی 12 خانواده تونستیم با هم معاشرت روی لاین داشته باشیم. تمام آلبوم های عکس رو من کشیدم بیرون و دارم نگاه میکنم. بعضی ها رو برای دوستانمون و فامیل میفرستیم، بقیه رو هم جا به جا میکنیم. موقعیه که با عزیزانمون، مدت هاست بچه هامون و خانواده رو اینقدر ندیده بودیم بیکار، از این بیکاری یک کار جدید بسازیم، همدیگر رو بیشتر احساس کنیم، مکالمه داشته باشیم، حرف بزنیم، بازی کنیم، هابی داشته باشیم، سرگرمی بگیریم. و نمیدونم، شاید به قول بیل گیتس نوشته جالبی رو گذاشته که بشر به یه ایست رسیده که به یک یونیتی برسه و به یک دلگرمی گروهی، از اینکه یادمون بیاد که این پول و مال و این حرص زدنها و زندگی رباتی که ما داشتیم و بچه هامون زندگی نمی کردن، یک کوالیتی و یک کیفیت و کمیت مهمی رو باید در کنار هم داشته باشه. ما همونطور که بهتون گفتم در برین تپینگ موسیقی رو گذاشتیم. یادتون باشه که موسیقی غذای روحه و به موسیقی گوش بکنین، موزیک بذارین، با موزیک برقصین، با موزیک مطالعه بکنین. موزیک به تمام سلول‌های بدن راه پیدا می‌کنه و دوباره حواس پنجگانه ما اطلاعات جدید رو میتونه جای اطلاعات قدیم بذاره. شمع قشنگ، بوی خوب عالی، بوی چلو کباب، بوی عطر، دیدن گل قشنگ و احساس خوب کردن، ورزش،
هر چیزی که اطلاعات خوبی به ما بده برای چند لحظه دلنگرانی ما رو تبدیل میکنه به اینکه قدر این لحظه‌ای که ما هنوز سالمیم، هنوز تواناییم و هنوز میتونیم گرمی به هم بدیم رو داشته باشیم. من یکی از مسائلی که باز دلم میخواد با شما مطرح بکنم اینه که در کنار این که زندگی نرمال نیست، ما یک نرمالسی میتونیم به این زندگی بدیم. یعنی اینی که به جای این که نگران آینده باشیم، چون هیچ کدوممون قدرت و توانایی اینی که در آینده چی میشه رو نداریم، از زنده بودن خودمون و زندگی کردن دور هم خودمون بهره مند بشیم. نگرانی هم دارم برای افرادی که مسنن و تنهان. تنهایی صدمه میزنه به سلولهای مغز و افسردگی میاره. مواظب باشین، یه فامیلی تری درست بکنین، همه دوستان و کسانی که تنها هستن باهاشون تلفن بزنین، اگه چیزی لازم دارن براشون ببرین. ما امروز روتاری بیولی هیلز یه فامیلی تری درست کرده و هر کدوم مأمور مواظبت، رسیدگی و اینکه فقط حرف بزنیم با 3 نفر رو بهمون اساین کردن. یکی از مسائل دیگه ایم که من دلم میخواد در قبل از اینکه برنامه تمام بشه به شما بگم، اینجا یکی از دوستانم روی فیسبوک شیدا مای عزیز میگن که علائمی که وجود داره برای اینکه ما فکر بکنیم این ویروس رو داریم یا نه، آیا کمی تنگی نفس هم هست یا نه. خیلی جالبه بهتون بگم که من با افراد زیادی که این ویروس رو دارن سر و کار دارم و تماس دارم. این علائم این ویروس خیلی میتونه متغیر باشه، یعنی اینی که ما از کسی که گلو درد داره، از کسی که تن درد داره، خشکی گلو داره و بعد سرفه های خشک میکنه و مشکل تنفسی پیدا میکنه، تب بالا داره یا تب نداره یا تب کم داره، از کسایی که از لحاظ بویایی، قدرت بویایی و چشایی میره، طعمو نمیفهمن و از لحاظهای دیگه فقط یه کمی خسته هستن، تا کسانی که واقعا از لحاظ ریه لبس میگیرن. یه 2 کلمه راجع به اینی که وقتی که استرس داریم، متاسفانه دوپامین و هپی هورمون ها از بدنمون، از مغزمون باعث میشن که ما احساس ضعف، احساس گرسنگی و احساس خستگی بکنیم و به خاطر اون بر میگردیم و در محیط به دنبال غذا میگردیم. چه غذاهایی این هورمون ها رو و به ظاهر این دوپامین رو رامیندازه و یک لذت و شعف فوری میده؟ غذاهای پرچربی، پرکالری و پرنمک. خانوم ها شکر بیشتر میخورن، آقایون نمک. و این غذاها متاسفانه یک کامفورت زون و آرامشی رو میاره، یک دوپامینی رو توی مغز میریزه و اون مرکز لذت ما، دو دقیقه، مرسی، مرکز لذت ما شروع میکنه و از این غذاها یک انرژی دروغین میگیره و این باعث میشه که چاق بشیم و چاق شدن ما خطرات دیگه میاره. شما مواظب باشین که شبها هم خیلی از افراد نصف شب میرن و شروع میکنن غذا میخورن. هرچقدر دیرتر و نصف شب غذا بخورین، نقشه برداری ما نشون میده که افسردگی مود، یک دیپرس مود پیدا میکنین. با هم مواظب هم باشین. من چون 2 دقیقه وقت دارم، فقط میخوام به شما یادآوری بکنم که در موقعیتی هستیم
خیلی خیلی جدی، خیلی خیلی متفاوت. و دو آپشن داریم، یا اینی که قبول بکنیم که الان کجا هستیم و بهترینشو برای خودمون و فرزندانمون بسازیم، و یا اینی که ضعف نشون بدیم و به خودمون و به عزیزانمون صدمه بذاریم. سوال اگه دارین در 310-286-1480 مرکز ما هست. همیشه من در کنارتون هستم. ایمیل من nanaspirnia@yahoo.com و وبسایت ما mindtherapycenter.com. از روی فیسبوک دوست من بشین و اینا رو از نزدیک دستگاه ها رو ببینین، و اگر هم سوالی مطلبی دارین من در کنارتون هستم. باید مواظب خودمون باشیم، مواظب عزیزانمون باشیم، و یک بار زنده ایم، یک بار زندگی میکنیم. و باز هم تاکید میکنم خونه ها، توی خونه های خودتون بمونین تا اونجایی که میتونین به تمام این قوانین گوش بدین، ولی برای روز خودتون یک استراکچر بذارین، قانونایی تو خونه بذارین و یک سری سرگرمی های متفاوت رو ایجاد بکنین. هرچقدر انشعابات ما و سرگرمی های ما و برنامه های ما زیادتر باشه، کمتر دچار افسردگی و تأثیر میشیم در دنیا. من فکر میکنم برنامه‌ام تموم شده. از فرشاد مرسی، فرشاد جان و آیدین جان، دوستان عزیز، تا برنامه هفته بعد، روز و روزگارتون خوش. دوستان عزیزم مرسی عزیزم برای محبتت، و دوستان فیسبوک روی شما رو میرسم.